با بهترین درودها بر شما همیهنان میهنان ارجمندم در همه جای جهان به ویژه هم میهنان عزیز در مام میهن در ادامه برنامه های امشب تا سی دقیقه مهمان خانه های شما خواهیم بود با برنامه آن سوی خبر که همچون همیشه مروری خواهد داشت بر تازه ترین اخبار دریافتی از ایران و منطقه و جهان در ایران فردا نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب آن سوی خبر لحظه های لرزان لوزان در بهار مذاکرات هسته با بکارگیری از تمامی زرافت ها و ظرفیت های زریف دیپلماسی مردان مذاکرات در تازه ترین اقدام تماس تلفنی شخص روحانی با سران روس، انگلیس و فرانسه بحران بی امان در یمن با عملیات طوفان قاطعیت از سوی کشورهای عربی منطقه به رهبری سعودی ها و ورود رئیس جمهور کشور بحران زده یمن به عربستان سعودی موجی از حیرت و واکنش و خشم از کشف اسرار جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده ی آلمانی و افشای عمدی بودن این سقوط از سوی کمک خلبان و بالاخره اظهارات تند و گزنده و کم نظیر رجب طیب بردوغان علیه سیاست های منطقی جمهوری اسلامی سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب در برنامه سوی خبر می باشد که همراه با شما در سی دقیقه پیش روی به تماشای آن می برنامه را پی می‌گیریم با سلسله مذاکرات جدید در لوزان. <تصفح> مذاکرات هسته ایران و آمریکا دیروز پنجشنبه ششم فروردین در لوزان سوئیس و در سه ساعت برگزار شد. گزارش ها, ها کیست که این مذاکرات روز جمعه نیز ادامه می یابد البته در آخرین خبر می که بخش های آغازینی مذاکرات پایان یافته بود بنابر گزارش رویترز لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه قرار است روز شنبه به این مذاکرات بپیوندد به گزارش خبرگزاری ایرنا این دور از مذاکرات روز شنبه به پایان میرسد ایرنا همچنین گزارش داده که مذاکرات روز پنجشنبه در سطح معاونان وزرای امور خارجه ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا، همینطور وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر انرژی آمریکا انجام شد. در ساعاتی نیز این جلسات در یکدیگر ادغام شده بود ابتدا ظریف وزیر خارجه ایران و سپس جمکری همتای آمریکایی او همراه با علی اکبر سالهی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و همینطور عباس اراخچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران در سوی دیگر وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات را آغاز کردند سپس صالحی و مونیز در جلسه فنی درباره رآکتور آب سنگین عراق فردو قنیسازی اورانیوم و تحقیق و توسعه هسته که از موضوعات فنی مذاکره ایران و پنج به علاوه یک است گفتگو کردند در سوی دیگر ماجرا بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که در این دیدار در برخی از موضوعات مهم فهم مشترکی بین دو طرف حاصل شده است در این دور از مذاکرات دو طرف تلاش می کنند تفاهماتی در خصوص موضوعات مورد اشاره به دست آورند به گزارش ایسنا آقای صالحی نیز گفت که از نظر فنی به یک فهم مشترک در مجموعه زمینه های فنی رسیدیم و این فهم مشترک برای رسیدن به توافق است در این حال آقای صالحی در پاسخ به این سوال که به این دور از مذاکرات امیدوار هستید می گفت سخت است درباره این دور نظر بدهیم جلسه سه ساعته ی وزیر خارجه ایران و همتای آمریکایی ایشان تا ساعت یک و سی دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی یا به تبیری هفته به وقت تهران ادامه داشت در سوی دیگر میز مذاکرات البته بدون حضور ورود شخص حسن روحانی رئیس جمهور ایران با دور جدیدی از گفتگوهای تلفنی با رهبران چهار کشور حاضر در گروه پنج به علاوه یک از منظر کارشناسان حاکی از نکات ویژهای تلقی شد رئیس جمهور ایران شب گذشته طی مکالمه های تلفنی با مقامات ارشد کشور روسیه فرانسه و انگلیس رایزنی کرد در این راستا کاخ الیزه روز پنجشنبه اعلام کرد که فرانسوا اولاند و حسن روحانی رؤسای جمهور فرانسه و ایران دیشب تلفنی گفتگو کردهاند به نوشته ی خبرگزاری رویترز اولاند پس از این گفتگو بار دیگر و لزوم حصول توافق ای که از دستیابی ایران به سلاح جلوگیری کند تأکید کرده است بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران آقای حسن روحانی در این گفتگو با تبعین مواضع ایران در خصوص مذاکرات هسته گفته است که انتظار از کشور فرانسه آن است که همانند مذاکرات سالهای 2003 و 2005 نقش فعالی داشته باشد دشمنان روابط دو کشور میخواهند نقش فرانسه در این مذاکرات غیر سازنده باشد ولی دولت فرانسه با نقش سازنده خود هدف آنان را نقش براب خواهد کرد آقای روحانی درباره تحولات یمن نیز در همین گفتگوها اشاره کرد و مطالبی میگفت که راه حل مشکل یمن نظامی نیست و مداخلات نظامی خارجی بسیار خطرناک بوده و بر دامنه بحران خواهد افزود ایشان البته اشاره به مداخلات جمهوری اسلامی نکرد در یمن و می گفت ما بر این باوریم که تمامی گروه های داخلی از طریق مسیر مذاکره برای وحدت یمن تلاش کنند تا ثبات و امنیت به این کشور بازگشته و تروریست ها موفق به تخریب این کشور نشوند. روحانی از فرانسه خواست تا با استفاده از نفوذ خود در کشورهای منطقه و صحنه بین المللی از تداوم این مداخلات جلوگیری نموده و به ثبات و وحدت این کشور کمک کند که گویا اشاره داشته به مداخلات کشور عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی در این مکالمه تلفنی اولاند ضمن تسلیت درگذشت مادر رئیس جمهور ایران و با اشاره به روند مثبت مذاکرات هسته‌ای می گفت که فرانسه بر انجام توافق مصر است و ضمن به رسمیت شناختن فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایران حاضر است در این رابطه و به ویژه پس از توافق همکاری های خود با ایران را توسعه دهد در سوی دیگر حسن روحانی با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم تلفنی صحبت کرده است بنابر گزارش ها رؤسای دو دولت ایران و بریتانیا ضمن بررسی توافق احتمالی میان ایران و پنج به علاوه یک تاکید کردند که رسیدن به چارچوب سیاسی توافق تا موعد مقرر یعنی آخر ماه مارس امکان پذیر است کامرون در این تماس تلفنی بار دیگر بر موضع پیشین غربی ها در خصوص سمت و سوی برنامه هسته ای ایران تأکید کرد و گفت که ایران باید نگرانی های جامعه بین الملل در خصوص مقاصد خود از پیگیری برنامه هسته ای کاهش دهد دیوید کمرون در خصوص اوضاع یمن هم گفت که همه باید احزاب یمن را به گرد همایی و ورود به روند سیاسی حل مشکلات تشویق کنند. آقای کمرون همچنین اشاره می کرد دیگر کشورها نباید از شورشیان حوسی حمایت کنند که اشاره مستقیم داشت به تنها حامی شورشیان حوسی که جمهوری اسلامی است. و اما مرور میکنیم بخشی از اظهارات و گفتگوی تلفنی روحانی را رو با همتای روسی وی بر اساس اعلام کرملین رؤسای جمهور نظرات خود را در خصوص اوضاع روبه وخامت یمن رد و بدل کرده ولادیمیر پوتین در این تماس گفته که روند اقدامات خصمانه در یمن باید سریعا متوقف شود و همه طرفین از جمله سازمان ملل متحد باید برای ایجاد یک گزینه صلح طلبانه برای مناقشه یمن تلاش کنند. جالب که حسن روحانی با همتای چینی خود نیز به نام شی جین پینگ هم گفتگو کرد و در خصوص آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته ایران با وی رایزنی کرد. و اما آخرین تحولات در بحران یمن As Yemenis, we cannot allow for others to kill our people and keep them starving and under siege. We cannot sit idle in our homes, unable to do anything about it. I will not allow it, not in yemen. We will not allow it the steadfast, honorable Yemeni nation will take action and face these the arabistan moate Iran و درباره ایران میگوید درباره مسئله حمله به عربستان با روسیه توافق نظر دارد حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در مصاحبه مطبوعاتی در مسکو با اشاره به دیدار خود با میخائیل بوگدانوف نماینده یا رئیس جمهوری روسیه در امور خاور میانه می گفت که با بوگدانوف به مدت پنج و نیم ساعت گفتگو کردیم که مهم و سودمند بود امیر عبداللهیان گفته است تهران و مسکو دیدگاه مشترکی در مورد تحولات ای و یمن دارند روابط ایران و روسیه روابط نمونه است و در خصوص مسائل ای در سالهای گذشته همکاری های گسترده ای داشته ایم. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد بمباران یمن توسط جنگنده های عربی از جمله رژیم پادشاهی عربستان این گونه اظهار می کرد که در خصوص تحولات یمن که موضوع جدید به شمار می حمله هوایی جنگنده های خارجی به مناطق یمن را نقض تمامیت ارزی و حق حاکمیت این کشور می دانیم. جالب توجه که ایشان هیچ اشاره به مداخلات مستقیم جمهوری اسلامی به نفع حوسی نکرد. آقای امیر عبداللهیان ادامه داد که آنچه که در یمن جریان دارد موضوع داخلی است و رهبران احزاب و گروه های سیاسی و رهبران یمن از توانایی کافی برای حل مسائل داخلی برخوردارند این معاون وزارت خارجه هیچ توضیحی درباره دلایل حمایت رژیم جمهوری اسلامی از یک گروه شورشی علیه دولت قانونی این کشور ارائه نکرد و اما واکنش عربستان سعودی به اعتراض ها یک سخنگوی نظامی عربستان گفته است که کشورش فعلا برنامه برای عملیات زمینی در یمن ندارد اما نیروهای نظامی این کشور آماده اند تا در صورت لزوم دست به اقدام بزنند به گزارش رویترز جنرال احمد اسیری روز پنجشنبه ششم فروردین در یک کنفرانس خبری گفت که در این مرحله برنامهای برای عملیات زمینی وجود ندارد اما اگر نیاز باشد ازخواهی می کنم نیروهای زمینی عربستان و کشورهای دوست و برادر آماده اند به هر گونه تهاجمی پاسخ بدهند به گزارش خبرگزاری فرانسه این سخنگوی نظامی ارتش عربستان گفته که موج اول حملات هوایی عربستان و دیگر کشورهای عرب به مواضع نیروهای شبه نظامیان حوثی موفقیت آمیز بوده و تأکید کرده است این حملات تا دستیابی به اهداف تعیین شده ادامه خواهد یافت طبق این گزارش احمد الاسیر توضیح بیشتری در خصوص اهداف تعیین شده ارائه نکرده است در سوی دیگر اما موزگیری ترکیه با اظهارات حمایت آمیز از حمله عربستان وزارت امور خارجه کشور ترکیه اعلام کرد که حملات هوایی عربستان سعودی در یمن مورد تایید دولت آنکار است ترکیه در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته است که حسیها ها و حامیان خارجی آنها باید از اقداماتی که صلح و امنیت منطقه را به خطر میاندازد دست بکشند ترکیه گفته است عربستان سعودی پیش از آغاز عملیات آنکارا را در جریان این موضوع قرار داده بود از سوی دیگر منابع خبری از عظیمت چهار کشتی جنگی مصر به سمت دریای سرخ از طریق کانال سوئز خبر میدهند و اما در هنگامه این قوقاها بین کشورها حول یمن ابرهای سرد و سرمایی بر سر روابط دو کشور همسایه ایران و ترکیه پدیدار شد و در واقع برنامه سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران در حاله از ابهام قرار گرفت سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده است که برنامه از پیش تعیین شده رجب طیب اردوغان برای سفر به ایران و ملاقات با مقامات ارشد این کشور کماکان بدون تغییر مانده و به قوت خود باقی است. به گزارش خبرگزاری فارس ابراهیم کالن سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پیام احتمالی اردوغان به مقامات ایرانی در خصوص یمن گفته که آنکارا پیرو سیاست‌های قومی نیست این مقام ترکیه ساعتی پس از حمایت کشورش از حمله هوایی عربستان به یمن میگفت گفت مناقشه یمن باید از طریق گفتگو حل شود و اما رویدادهایی از تکریت و عراق یک ژنرال بلندپایه آمریکایی خبر می‌دهد که شبه نظامیان شیعه عراقی دیگر رهبری عملیات برای بازپسگیری شهر تکریت از نیروهای داعش را به عهده ندارند ژنرال لیوید آستین رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته است که تصمیم آمریکا برای حمایت از عملیات دولت عراق در تکریت با این شرط همراه بوده که شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران از این منطقه عقب نشینی کنند ژنرال آستین افزود زمانی که این نیروها از منطقه خارج شدند اعتلاف به رهبری آمریکا اولین حملات هوایی خود را در حمایت از عملیات ارتش عراق انجام داد. رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در همین راستا تأکید کرد که این حملات با درخواست دولت عراق صورت گرفته است. این درخواست زمانی مطرح شد که تلاش نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه برای تصرف تکریت با بنبست مواجه شد و این نیروها با تلفات سنگینی روبرو شدند. نیروهای عراقی عملیات تازه خود را برای بازپسگیری شهر تکریت آغاز کردند. مرکز تکریت همچنان در اختیار نیروهای داعش است. شبه نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران با دخالت آمریکا در این عملیات موافق نیستند. ادامه میدهیم و در ادامه آن سوی خبر جزئیاتی تازه از علت سقوط هواپیمای جرمن وینگز میخواندیم که در نهایت حیرت اعلام شد سقوط هواپیمای آلمانی جرمن وینگز در فرانسه به دلیل اقدام عمدی کمک بوده است دادستان شهر مارسی روز پنجشنبه اعلام کرد که کمک قلبان هواپیما پس از تنها شدن در کابین هواپیما را عمدن رو به زمین هدایت کرده و باعث سقوط آن شده است براس روبین دادستان شهر مارسی در عین حال احتمال تروریست بودن کمک قلبان را که خلبان را به کابین راه نمیدهد رد کرد نام کمک قلبان آندراس لوبیتس اعلام شده است بنابر گزارش های بعدی پلیس آلمان خانه کمک خلبانی که متهم به ساقط کردن عمدی هواپیمای جرمن وینگز در کوههای آلپ فرانسه است را تفتیش کرده است شواهد به دست آمده از مکالمات ضبط شده در کابین خلبان نشان می دهد یکی از دو خلبان دقایقی پیش از سقوط کابین را ترک کرده و پس از آن به دلیل بسته بودن در نتوانسته به کابین بازگردد هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت جرمن وینگز روز سهشنبه چهارم فروردین در مسیر بارسلون به دوسلدروف در ارتفاعات آلپ سقوط کرد و تمامی 150 تن سرنشین آن از جمله دو خبرنگار ایرانی جان باختند. ادامه می دهیم برنامه یان سوی خبر امشب را خبری متفاوت در آن سوی خبر پناهندگی یک روزنامه نگار ایرانی امیر حسین متقی از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی و روزنامه نگاری که می گوید برای پوشش خبری مذاکرات هستهی به لوزان اعزام شده بود از کشور سوئیس درخواست پناهندگی سیاسی کرد آقای متقی سردبیر خبرگزاری اسکانیوز دلیل این اقدام را ممانعت های مقامات وزارت خارجه ایران از کار حرفه‌ایش در پوشش مذاکرات هسته ای اعلام کرده است آقای متقی در نخستین گفتگوی خود در خارج از کشور در برنامه پنجره ای رو به خانه پدری تلویزیون ایران فردا ظاهر شد در دوران مبارزات انتخاباتی دو سال پیش آقای متقی به عنوان مسئول روابط عمومی ستاد حسن روحانی معرفی می شد و اما رویدادی از بحران راهزنی های دریایی و روبودن کشتی ایرانی دزدان دریایی یک فروند کشتی ماهیگیری ایرانی را رو بودند که به طور غیرقانونی در حال ماهیگیری در سواحل سومالی بوده است به گزارش خبرگزاری فرانسه این نخستین اقدام موفقیت آمیز دزدان دریایی در سه سال اخیر بوده و سبب شده تا نگرانی ها نسبت به بازگشت دزدان دریایی در منطقه به شدت افزایش شود آلن کول از دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و جرائم سازمان یافته می گفت یک فروند کشتی ایرانی که در حال ماهیگیری غیرقانونی در آبهای سومالی بوده اوائل هفته توسط دزدان دریایی روبوده شده است بنابر این گزارش دزدان دریایی سومالی در سال 2011 میلادی نیز عامل اصلی روبودن 28 فروند کشتی و 237 حادثه دریایی بودند ولی نیروهای دریایی بینال المللی و گاردهای مسلح همواره توانستند حملات علیه کشتی ها را در سالهای اخیر کاهش دهند به گزارش دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و جرائم از ماه می سال 2012 میلادی برابر با خرداد سال 91 تا پیش از روبوده شدن کشتی ایرانی هیچ عملیات روبایش موفقی از سوی دزدان دریایی سومالیایی انجام نشده بود ادامه برنامه آن سوی خبر مذاکره دولت با قوه قضائیه درباره ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی اسحاق جهانگیری از مذاکره دولت با قوه قضائیه درباره موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران خبر داده است به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی قوه قضائیه مسئول تصمیم گیری درباره ممنوعیت های فعلی برای محمد خاتمی است در ایشان در مصاحبه با سالنامه اعتماد که در وبسایت نام نیوز بازنشر شده بود می گفت چون این تصمیمی در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن اتخاذ نشده است و در قوه قضایی این تصمیم گرفته شد آقای جهانگیری همچنین اشاره می کرد که با دوستان قوه قضایی در حال مذاکره هستیم که انشاءالله به نتیجه برسیم جهانگیری با اشاره به اظهار نظر قبلی سخنگوی دولت تأکید کرد که ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر خاتمی تصمیم دولت نبوده است. قلم حسین محسنی اجعی سخنگوی قوه غذایی ایران روز 27 بهمن سال 93 در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصاویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی جواب میداد که شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کردند که دستگاه قضا می تواند در این راستا دستور دهد که مثلا رسانه ها حق انتشار تصویر و مطالبی از آن شخص را ندارند که در غیر این صورت برخورد می شود. کماکان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید با خبرهای متفاوت خبری از درگذشت همسر جنتی همسر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درگذشته است خبرگزاریهای های ایران بدون ذکر نام از همسر دبیر شورای نگهبان از درگذشتن او در پنجشنبه شب خبر دادند ظرف یک هفته اخیر این سومین نفر از بستگان نزدیک مقام های جمهوری اسلامی ایران است که عمدتا هم خانم بودند و خبر درگذشتشان منتشر می شود. مروری بر خبرهای دریافتی در آن سوی خبر را پی میگیریم با رویارویی نرم بین قوه غذاییه و نظام سلطنتی در بریتانیا دادگاه عالی بریتانیا دیروز رأی داد که دولت این کشور باید تعدادی از نامه های شاهزاده چارلز ولیعهد به شماری از اعضای هیئت دولت را منتشر کند نامه ها در سالهای 2004 و 2005 به هفت نفر از وزیران نوشته شده است و تعداد آنها 27 نامه از سی نامه نوشته شده عنوان گردید راب وانز خبرنگار روزنامه گاردین پیشتر بر اساس قانون آزادی اطلاعات و آین نامه اطلاعات زیست محیطی خواستار افشای این نامه ها شده بود پس از خودداری دولت از انتشار آنها ایشان به محکمه بدوی داوری یک نهاد شبه قضایی مراجعه کرد و پرونده برای رسیدگی به محکمه عالی داوری فرستاده شد. محکمه عالی داوری پس از شش روز استماع استدلال های حقوقی طرفین و بررسی اسناد به نفع آقای وانز رای داد و گفت انتشار نامه های ولیعت بلامانه است. ادامه خبرها با خبری دیگر از محکومیت محکومیت پیپال به دلیل نقض تحریم ایران شرکت اداره کننده ی سیستم پرداخت آنلاین جهانی موسوم به پیپال موافقت کرده 7 میلیون و 700 هزار دلار به دولت آمریکا بابت آنچه نقض تحریم های ایران، کوبا و سودان عنوان شد جریمه بپردازد. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده پیپال از پس کنترل و پیشگیری از بعضی پرداخت های غیرقانونی بر نیامده است. یکی از این پرداخت ها به مبلغ هفت هزار دلار متعلق به فردی بوده که دولت آمریکا نام او را در فهرست کسانی که قصد تحویل و توضیع سلاحهای کشتار جمعی را داشتهاند قرار داده بود همزمان پیپل اعلام کرده که سیستم خود برای کنترل همزمان پرداختها را بهبود بخشیده است این کمپانی جهانی مالی همچنین اعلام کرده که گزارش مربوط به این پرداختها که طی سالهای 2009 تا 2013 انجام گرفته توسط پیپل به صورت داوطلبانه به دفتر کنترل درآمدهای خارجی آمریکا اعلام شده است پیپال اضافه میکرد تاخیر زمانی برای بررسی پرداخت ها موجب شده که این افراد بتوانند پول مورد نظر خود را با استفاده از این سیستم پرداخت آنلاین انتقال دهند و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد. ضمن دعوت از شما بینندگان به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله گزارش روز که بلا فاصله پس از آن سوی خبر پخش می شود و در واقع شرح تکمیلی رویدادهای روز است این جانب از محضر شما خداحافظی می کنم. تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه هایی تازه از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود